حقایقی از زندگی مجید اخشابی. مجید اخشابی متولد 27 دی 1351 در تهران، خواننده است. فارغ التحصیل لیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس و دکترای پژوهش هنره. در کنار آواز، نوازنده و تنظیم کننده بود و بسیار با اخلاق. در بیمارستان اقبال تهران به دنیا آمد، تا اینکه در 7 سالگی به خاطر شغل پدر که کارمند دولت بود به تنکابن نقل مکان کردند و در محله ساحل طلایی ساکن شدند. او آخرین فرزند از بین 3 برادر و 2 خواهر خانواده است. او میگه در 8 سالگی یک روز دوست پدرم به منزلمان آمد و با سنتوری که با خودش آورد نواخت. همون مسئله باعث شد به این ساز دل ببندم. پس از اون با نخ، نایلون و چوب یک سنتور برای خودم درست کردم که در واقع یک نوع کار دستی بود. تا اینکه بعد از مدتی پدرم سنتوری تهیه کرد و من با تلاش زیاد به صورت خودآموزی نواختن این ساز رو یاد گرفتم. سال 1370 در 19 سالگی وارد دانشگاه چالوس شد و همین دلیل برای زندگی تهران رو انتخاب کرد و در همین ایام دانشجویی اولین ملودی خودش رو با کمک دوستاش ساخت. با پذیرش این آهنگ در صدا و سیما از سال 72 وارد همکاری با این سازمان شد. در سال 75 با تشکیل گروه هنری مهرآوا ضمن ادامه همکاری با صدا و سیما کنسرت‌های متعددی رو در مراکز علمی و فرهنگی برگزار کرد. وبسایت نوت دونی به پاس قدردانی از این هنرمند محبوب و دوست داشتنی تمام آثارشون رو نوت نویسی کرده و در اختیار علاقه‌مندان به این هنرمند گذاشته. او که ابتدا کارش رو با موسیقی سنتی آغاز کرده بود، پس از مدتی با تلفیق موسیقی سنتی و پاپ سبک جدید رو انتخاب کرد که باعث موندگاری ترانه ها شد. در سال 1380 وقتی 29 ساله بود با خواندن تیتراژ سریال گمگشته شناخته شد و کم کم با موسیقی برنامه محله بنده نواز و سریال مسافری از هند مشهور شد. تیتراژ سریال متهم گریخت، خانه به دوش، شبهای مهتاب، مسابقه ستاره ها، جشن رمضان، شبهای شیدایی و غیره از جمله آثار به یاد ماندنی ایشونه. اخشابی از سال 91 ماهنامه فرهنگی اجتماعی زیروبم رو تأسیس کرد. خودش میگه همیشه میخواستم مجله‌ای داشته باشم و بنویسم. اعتراف میکنم آهنگسازی برایم به مراتب ساده تر از نوشتن یک مقاله است. اما مجله داری برایم تجربه بسیار خوبی بوده و مرا به دنیای مکتوب فرو برد که بیشتری اهالی موسیقی از اون دور هستند. ایشون در کنار مجله آموزشگاه موسیقی همراز رو هم اداره میکنه و صاحب امتیاز و مدیر مسئول مؤسسه تبلیغاتی پریزاد نیز هست. او میگه پدر بزرگ من همیشه نصیحت میکرد به جای اینکه 2 ساعت از وقت خودم رو مقابل تلویزیون برای دیدن مسابقه فوتبال بگذرونم به کوچه بروم و فوتبال بازی کنم. ترجیح میدم وقتی که قرار برای تماشای فوتبال بگذرونم رو ورزش کنم. آقای اخشابی چند سال پیش گفته بود فعلا ازدواج نخواهم کرد. او گفته به این دلیل فعلا قصد ازدواج ندارم که باعث میشه از دنیای هنر فاصله بگیرم. با این حال 13 آذر سال 98 وقتی 47 ساله شد بالاخره تن به ازدواج داد. آقای خواننده میگه من ذاتاً آشپزی کردن رو دوست دارم و تا فرصت کمی برای پرداختن به اون پیدا میکنم. قرمه سبزی جا افتاده که نمک، ترش و روغن اون رژیمی نباشه باب طبع و سلیقه من. ساز همیشگی و تخصصیش سنتوره که در کنار اون با سازهای از قبیل ستار، تنبک، پیانو، دیوان و گیتار نیز آشنایی کامل داره. او در آهنگسازی دلبسته نواها و الحان موسیقی شرق به خصوص موسیقی ایرانه، به طوری که همیشه در ساختاش اصالت ایرانی قابل تشخیصه. عاشق طبیعت، صدای دریا، جویبارها، وزش نسیم در میان شاخ و برگ درختان از دوست داشتنی ترین صداهای زندگی او است. وی معتقده که زندگی در دامان طبیعت در روزگار نوجوانی موجب پرورش استعدادهای وی شده. علاقه من به سینما، نقاشی و بیش از همه خط. و در آخر آرزوی سلامتی، شادکامی و پیروزی برای مجید اخشابی عزیز داریم و امیدواریم که روزی او را در بالاترین قله موفقیت ببینیم و شاهد کارهای زیباتری از این هنرمند باشیم. لطفاً اگر این ویدیو برای شما جذاب بوده
با لایک و کامنت های خودتون از ما حمایت کنید و به ما انگیزه بدین برای ادامه کار و برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین ما رو فالو کنید.